به نام یاد خدا، درود و سلام بر روان پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم. شاگردای نهایت عزیز و دوست داشتنی، سلام برتون تقدیم میکنم. دوستای بسیار خوب و ناظرینم، خوش آمدین به سلسله برنامه های بدیل آموزشی. دوستای بسیار خوبم، امروز هم به ادامه درس های گذاشته و یکی از درس هایی که بسیار مهم است و از موضوعات بسیار اساسی فیزیک صنف 12 است، به او انشاءالله میپردازیم. دوستای بسیار خوبم، پیش از اینکه به درس امروز بیایم، اول از شما پرسان میکنم که درس گذشته شما چی بود؟ دوستای بسیار خوب و ناظرینم، حتما شما دوست داشتنی ها و شاگردای زحمتکش گفتن که درس گذشته ما روزی گذشته شما مشخصات امواج خواندین که یک موج چندین مشخصه داره و با کدام مشخصات شناخته می شود، و شما می فهمید که هر پدیده وقتی که مورد تشریح و توضیح قرار می گیره یا مورد شناسایی قرار می گیره، ضرورت است که مشخصات از او تشریح و توضیح شود، و شما فهمیدین که یک موج کدام مشخصات می داشته باشه. خب بسیار بسیار خوبم، و در ارتباط با کار خانگی که شما عزیزای دوست داشتنی داشتید، امی بوده که متن درسی گذاشته را شما به شکل درست و دقیقش بخورین و موضوعات را که از متن برداشت میکنین در کتابچه‌تون به شکل خلاصه بنویسین. خدا کنه که این کار را شما انجام داده باشین. دوست بسیار خوبم. خب عزیزا، امروز میام روی درس امروز خود، با درس 18 فیزیک صنف 12 رسیدیم. بخیر و تخته دو قد بکنین، از فصل دوم است. موضوع درس امروز بسیار یک موضوع جالب و جذاب است، انعکاس و انکسار موج است. بنده استاد بصیر احمد تاها تا آخری ویدیو با شما هستم، انشاءالله که ویدیو را تعقیب بکنین. دوست بسیار خوبم، اهداف درس امروز این است که شما آشنایی پیدا بکنین با مفهوم انعکاس، که انعکاس در امواج چی را میگه، و همچنان آشنایی پیدا بکنین با مفهوم انکسار، که انکسار در امواج چی را میگه. عزیزای دوست داشتنی، خب انال میایم از شما پرسان میکنیم که انعکاس چیست و انکسار چیست. دوست بسیار خوبم، شما عزیزا حتما از درس هایی که در صنف های قبلی خواندین یک دید، یک برداشت از انعکاس دارین که انعکاس چی را میگه، و شما در مبحث فیزیک نور هم در فیزیک صنف دهم خوانده بودین که انعکاس نور یعنی چی. دوستان بسیار خوب و ناظرینم، این اون مفهومی که اونجا خوندن با مفهومی که امروز اینجا میخوریم بسیار بسیار نزدیک است، با تفاوتی که اونجا مبحث نور بود، اینجا مبحث امواج میخانیکی است. دوستان بسیار خوب و ناظرین، شما اگر دقت کرده باشین به دریاها، به حوضها، یا هم بعضی اوقات در بعضی محیط های بزرگ یا در یکان اتاق های بزرگ، یا هم در کوه ها رفته باشین، صدا کرده باشین، متوجه میشین که صدای شما دوباره براتون برگشت میکنه. یا هم اگر مسیر آب در داخل یک ظرف متوجه شده باشین، در داخل دریاها متوجه، بعد از اینکه موج ایجاد میشوه، با جدار که برخورد میکنه، دوباره میبینین که برگشت میکنه. بسیار بسیار خوب و ناظرینم، این موضوع موضوع انعکاس است. به خاطر از اینکه اگر خوبتر و بهتر مفهوم شود، دوستان بسیار خوب و ناظرینم، با تجربه ای که موضوع کتابتان است و به صفحه 26 کتابتان است، دوستان بسیار خوبم دقت بکنین، وسایلی که در بخش اولش ضرورت داریم، چون به دو بخش تقسیم می شود این تجربه ما. در بخش اولش ما به یک ظرف ضرورت داریم، ظرفی که داخلش آب باشه، و سنگچل ضرورت داریم که داخل ظرف بندازیم، و در بخش دوم دوستان بسیار خوب نظرین بر اسمان زخیم و نازک و یک دیواره یا جداری که محکم به او بسته شود. این وسایل مورد ضرورت است. دوستان بسیار خوب نظرین، از بخش اولش میایم توضیحات خود شروع میکنیم. خب دوستان بسیار خوبم، بخش اول تجربه را نگاه کنین شما، اما قسمی که گفتیم وسایلی که به این تجربه ضرورت میشوه، بسیار وسایل ابتدایی و ساده است که شما میتونین در خانه هم این وسایل با خود داشته باشین و این تجربه را کار کنین. دوستان بسیار خوب و ناظرین، یک ظرف که داخلش آب باشه، آب پر بکنین، و یک قطرچکان یا هم میشه همین سنگچل استفاده بکنید. دوستان بسیار خوب و ناظرین، شما قطره را به داخل یا به قسمت مرکزی ظرف بچکارین، ببینید که چی را مشاهده میکنید. این تجربه را دوستان بسیار خوب یادآور شدم، قبل هم کار کردین، اما امروز از یک زاویه دیگه، از یک دید دیگه کار میکنید. و دید چی است؟ دوستان بسیار خوب دقت بکنید. بله، قطره آب وقتی که داخل سطل می شود، دوستان بسیار خوبم، یک موج تشکیل می ده، و این موج کجا میره؟ دوستان بسیار خوبم، به جدارهای ظرف برخورد میکنه. اما بعد از اینکه به جدارهای ظرف برخورد میکنه، شما دقت بکنید که چی عکس العمل صورت میگیره.
اونا شما میبینید دوستان بسیار خوبم که دوباره امواج به طرف مرکز خود کوشش میکنه به مون از اون نقطه ای که موج آغاز شده به مون نقطه کوشش میکنه که امواج خود جمع بکنه. دوستان بسیار خوب نازنین، بله خب اینمی حادثه اینمی پدیده دوستان بسیار خوب نازنینم به نام انعکاس یاد میشه که موج تشکیل میشه وقتی که با یک مانع برخورد میکنه دوباره کوشش میکنه به حالت اول برگرده. دوستان بسیار خوب نازنینم این بود بخش اول تجربه. دوستان بسیار خوب نازنینم، خب دوستان بسیار خوب خدا کنه که از تجربه اول شما اما هدفش را درک کرده باشین. ای که هدفش اینمی بود موج بعد از برخورد بر یک مانع دوباره به حالت به اون نقطه آغازین خود برمیگرده، اینمی حادثه را به نام انعکاس موج یاد میکرد. بازم به خاطر از اینکه تشریح و توضیح بهتر داده شود دوستان بسیار خوبم به بخش دوم تجربه هم شما دقت بکنین. خب بخش دوم تجربه شما دوستان میتونین با خودم کار بکنین، ما نتیجهش ثمرهش خلاصهش روی تخته نوشته کردیم به اساس کمبود و زیقی زمانی که داریم نمیشه که تمام تجربه ما کار کنیم. دوستان بسیار خوبم به همین دلیل نتیجهش ما روی تخته با شما تشریح و توضیح میکنم. دوستان بسیار خوبم به تخته دقت بکنین ببینین که چی اشکال شما میبینین. اعضای دوستاشنی این شکل اول است، این هم شکل دوم است. خب این ارتباط داره به خود تجربه ای که در بخش دومش کار میشه. دوستان بسیار خوب نازنینم، یک ریسمان باید داشته باشین که قسمت زخیمش باشه، یک ریسمان باید داشته باشین دوستان بسیار خوب نازنینم که قسمت باریکم داشته باشه. این دو ریسمان با هم وصل میکنین. شما در این حرکات های موجی را که قبلا شما کار کردین دوستان بسیار خوب نازنینم حرکات های موجی را ایجاد میکنین. چه رقم دوستان بسیار خوبم، یعنی ریسمانی خورده شما حرکت میتین، ریسمانی که باریک است قطر و زخامتش حرکت میتین دوستان بسیار خوب نازنینم، یک موج شکل میگیره. ادامه از در شکل دوم تشریح شده دوستان بسیار خوب نازنینم، وقتی که این موج با اون شدتی که داره حرکت خود آغاز میکنه بالای قسمت آخری ریسمان فشار را ایجاد میکنه یا انرژی حرکی میتین دوستان بسیار خوب نازنینم که توضیحاتش قبلا داده شده و قسمت زخیم ریسمان هم حرکت میکنه. اما موج ازو به اندازه که موجی که در ریسمان کوچک است باریک است به او اندازه نمیباشه دوستان بسیار خوب نازنینم، بلکه موجش یک اندازه خورتر میباشه. اما حادثه ای که بعد از این تشکیل موج صورت میگیره به این دقت بکنید، اصل هدف ما مینمیست دوستان بسیار خوب نازنینم. ببینید وقتی که موج در اینجا اجرا شوه قسمت باریک ریسمان یک ریاکشن متوجه می شود که دوباره بالا خود ریسمان فشار می آید که یک موج به طرف به جهت مخالف اجرا بکنه. اون جهتاش شما می بینید، بار اول جهت موج، جهت انتشار موج این طرف است، بار دوم که وقتی این انتشار پیدا می کنه یک برگشت یا یک منعکسه داره که این منعکسش دوستان بسیار خوب نازنینم که به این شکل است و این شما می توانید عملا وقتی که ریسمان زخیم و ریسمان باریک باشه عملا مشاهده بکنید. دوستان بسیار خوب نازنینم این این بود نتیجه و ثمرهش. پس به شکل خلاصه گفته می توانیم که وقتی امواج با یک مانع قویتر و بزرگتر از خود روبرو می شوند یک منعکسه یا یک برگشت می داشته باشه که اینمی حادثه به نام حادثه انعکاس موج یا انعکاس امواج میخانیکی یاد میشه. دوستان بسیار خوب نازنینم، یک نکته دیگه این که بسیار زیاد ضرور است به امواج میخانیکی شما را متعدد نسازه او ای است که عزیزای دوست داشتنی وقتی که یک انعکاس صورت نگیره خود محیط تغییر نمیکنه، یعنی محیط موج تغییر نمیکنه. شما پیشتر در ظرف آب دیدین که وقتی موج برگشت میکرد پس دوباره در اون محیط این موج ایجاد میشد، منعکس ایجاد میشد. دوستان بسیار خوب نازنینم، یعنی چیزی که تغییر میکنه این است که وقتی موج با مانع برخورد میکنه دوباره پس در عین محیط رجعت میکنه. دوستان بسیار خوب نازنینم، این همین مهمترین نکته انعکاس موج بود. خدا کنه که موضوع را خوب تر فهمیده باشین. با بخش دومی درس امروز خود میپردازیم، او انکسار موج است. یعنی انعکاس و انکسار همیشه اگر شما در مباحث فیزیک دقت کرده باشین انعکاس و انکسار پهلو با پهلو در کنار هم تشریح و توضیح میشه چون با هم بسیار نزدیکی ها داره. خب عزیزای دوست داشتنی دقت بکنین بروی تخته، خدا کنه که از درس انعکاس شما اما اصل و مطلب و ثمرهش درک کرده باشین. بحث دومی که امروز بالاش بحث میکنیم دوستان بسیار خوب و نازنینم انکسار موج است.
انعکاس امواج میخونه کی را خواندید؟ انکساری امواج میخونه کی را میخونه. اگر دوستای بسیار خوب و نازنینم درس های فیزیک صنف دهم به یاد شما باشه، وقتی نور از یک محیط وارد محیط دیگه میشد، یک اندازه شکست در خود دوستای بسیار خوب و نازنینم تجربه میکرد و او را شما بسیار به جزئیات خوانده. عین شکل دوستای بسیار خوب و عزیز و نازنین در امواج میخانیکی هم عین قضیه نهفته است. مثلا شما یک ریسمان در دستتان باشه، یک قسمتی از او در هوا باشه، یک قسمت دیگه داخل آب باشه. وقتی شما حرکت میتین دوستای بسیار خوب و نازنینم، او موجی که در قسمت خلا یا هوا شکل میگیره و او موجی که در داخل آب صورت میگیره، دوستای بسیار عزیز و نازنینم، قله موجش، طول موجش، تمام اجزا و مشخصاتش تفاوت میداشته باشه با نسبت به موج اولی که در محیط اولی صورت گرفته بود. دوستای بسیار خوب و نازنینم، و ای را شما در بحث نور زیادتر خوندید و ای برمیگرده به ای که ساختار محیط چطور است، کثافت محیط چطور است و به یک مبحث دیگه ارتباط میگیره که او خود فشار اتمسفر و فشار محیط موجود است که او مبحثش اینجا تشریح و توضیح نمیشه. فقط شما اینه مقدر بدارین که وقتی که یک موج در دو محیط همزمان صورت بگیره، موجی که در محیط اول است و موجی که در محیط دوم است از همدیگر تفاوت میداشته باشه. خب اگر ارتباط ریاضیکی بودیم به این موضوع دوستای بسیار خوب و نازنینم، اساسی ترین موضوعی که در امواج تغییر میکنه سرعتش است. دوستای بسیار خوبم، وقتی که انکسار صورت میگیره، سرعت یک موج که اگر به زی نشان بدیم دوستای بسیار خوب و نازنینم مساوی میشه با چی؟ همه شما ایره میفهمین، چون در درس گذاشته بسیار با وضاحت تشریح داده شده بود که طول موج ضرب در فرکانسی شود. دوستای بسیار خوب و نازنینم، این رابطه سرعتی امواج است. در امواج سرعتی انتشار امواج توسط اینمی رابطه تشخیص میشه. دوستان بسیار خوب و نازنینم، وقتی که مبحث دو محیط میشه، پس یک حادثه‌ای که صورت میگیره او این است که سرعت محیط اول تا سرعت محیط دوم فرق میکنه و طول موج محیط اول تا طول موج محیط دوم فرق میکنه. خب پس نوشته کردن بر محیط اول سرعتش V1 میشه. دوستان بسیار خوب و نازنینم، این مساوی است با لامدا 1 که طول موج در قسمت اولی یا در محیط اولی دوستا بسیار خوب نازنینم و فرکانسی از دوستا بسیار خوب نازنینم ثابت می باشه. و اگر طول سرعت موج در محیط دوم دوستا بسیار خوب نازنینم دقت بکنین، بالاش بحث بکنین، با ویدو نشان بدیم، این مساوی میشه با لامدا 2 ضرب در فرکانسیش که تغییر نمیکنه. جای دوست داشتنی اینال به خاطر از اینکه اگر اینی دو رابطه را با هم دیگر میکس بکنیم، چون هر دوی موج یک موج دوست بسیار خوب نازنینم که فقط محیطایشان فرق میکنه، شما نوشته کده میتونین که اینمی رابطه را تقسیم هم دیگر میکنین، یعنی رابطه اول تقسیم رابطه دوم میکنین که مساوی میشه با وی یک بر وی دو. دوستای بسیار خوب و نازنینم، مساویس با لامدا 1 ضرب در فرکانسی موج و لامدا 2 که طول موج دومی ضرب در فرکانسی موج، فرکانسی به فرکانسی خلاص می شود، یک رابطه بسیار مهم ایجاد می شود که وی 1 بر وی 2 مساوی می شود با لامدا 1 بر لامدا 2. دوستای بسیار خوب و نازنینم، اینی می تونه اما تغییراتی که در سرعت میاد و تغییراتی که در طول موج میاد این رابطه به شما توضیح بده. دوستان بسیار خوب و نازنینم که مشابه از این شما در فیزیک نور هم خوانده بودین که وی 1 بر وی 2 مساوی با ان 1 بر ان 2 میشد و اینجا چون مبحث امواج میخانیکی است، وی 1 بر وی 2 مساوی با لامدا 1 بر لامدا 2 میشد. دوستان بسیار خوب و نازنینم، این بود موضوع انکسار موج. خدا کنه که این موضوع رو به شکل درستش درک کرده باشین. خب به شکل خلاصه گفته میتونیم که ما امروز دو موضوع را خواندیم، یک انعکاس و یک هم انکسار، که هر دوش از خاصیت های بسیار مهمی امواج است. انعکاس چه رقم یک حادثه را میگه شما فهمیدین و انکسار چه قسم یک حادثه را میگه شما فهمیدین و روابط ریاضیکی شما امروز
خواندین و درک کردین. خدا کنه که موضوع رو به شکل درستش گرفته باشین و کار خانگی شما دوست عزیزا این است که اونمو بخش دوم فعالیت شما در خانه با استفاده از وسایلی که داره وسایل بسیار ابتدایی است کار بکنین و همچنان در ضمن از دوستا بسیار خوب و نازنینم درس آینده که یک خاصیت بسیار مهمی دیگه موج است او عبارت از تداخل است بالای از او هم دوستا بسیار خوب فکر بکنین و متنش هم یک بار بخونین چون با درس امروز ما ارتباط داره. عزیزای دوست داشتنی شما را به الله پاک و لایزار می سپارم. موفق و سرفراز و سربلند باشین عزیزای.